من در کلاس ششم ابتدایی که بودم خیلی علاقمند به طراحی بودم و بدون این که بدونم چرا، هنوزم نمیدونم چرا واقعا، اینا دیگه ذاتیه به هر حال. و به طوری که من یادم هست که اون زمان با مدادهای کنته سیاه و کاغذهایی بود به نام فیلی، کاغذ فیلی بهش میگفتیم، روی اینا شروع میکردم صورت آدم رو طراحی کردن از آدم های مختلف و بعد عکس خانواده و همسایگان و دوستان رو اینا رو میگرفتم و اینا رو پورتری کار میکردم. به هر حال پیش خود ما شروع کردیم به نقاشی کردن و طبیعتا تشویق پدر و مادر بسیار بسیار مهم بود و حتی آشنایان و اقوام، همه اونایی که پورتره ها رو کشیده بودم، اینا خیلی مؤثر بودن. من فراموش نمی کنم که در کلاس نهم بودم، یعنی سوم دبیرستان، که یک پورتره بزرگ از زنده یاد دکتر محمد مصدق که بسیار علاقمند بودم بهش و اون موقع هم دیگه محبوب همه ملت بود، کشیدم و بعد این رو دبیر زبان بنده در دبیرستان که در دبیرستان حکیم نظامی قم من تحصیل می کردم، مرحوم آقای دکتر بهشتی بودن، چون زبان درس می دادن و با پدر من آشنایی نزدیک داشتن و گویا که از پدر من شنیده بودن که من یه همچین کار نقاشی کردم، یه روز سر کلاس به من گفتن که نامی نقاشی که کشیدید بردار بیار ما ببینیم. بعد ما این رو لوله کردیم بردیم دبیرستان و این وقتی باز کرده دید بسیار خوشحال شد و خیلی خوشش آمد و دستور داد قاب کردن و این رو در سالن عمومی دبیرستان زدن و تزیین کردن با پرچم ایران و چه خوشحالی زیادی برای من ایجاد کرد که اولین بار کار پورتری که من ساخته بودم این رفت در سالن دبیرستان. در خود همون دبیرستان ما نمایشگاهی گذاشتیم از بچه‌هایی که نقاشی می‌کردن، از جمله خوب کارهای خود من رو گذاشتیم و در اون موقع در سالهای نمیدونم چند ساله، حدود 60 سال پیش میشه، احتمالاً بیشتر از 60 سال میشه، اون موقع اصلا نمایشگاه مطرح نبود، اونم تو شهری مثل قم، ولی ما در دبیرستان مثلا نمایشگاه گذاشتیم و از همه بچه‌هایی که نقاشی میکردن دعوت کردیم، کاراشون رو قاب کردیم، به دیوار زدیم و یک حدود 20 روز این نمایشگاه برقرار بود و مردم میامدن نمایشگاه رو میدیدن و به هر حال این سوابق همه اینا کمک کرده به اینکه من بعدها جهت هنر رو در پیش بگیرم. برای اینکه من در سال اواخر دبیرستان بود که تازه فهمیده بودم که در تهران دانشگاه تهران دانشکده‌ای داره به نام هنرهای زیبا که رشته نقاشی داره و من از اون موقع درس می‌خوندم که فقط قبول بشم که برم به این دانشکده. دانشکده ما 3 آتلیه داشت که 3 استاد اداره میکرد. یکیش مال استاد حیدریان بود، یکیش مال استاد جواد حمیدی بود، یکی دیگرش هم مال زندیاد بهجت صدر بود که بنده افتادم در قسمت حیدریان. در اونجا کمک ایشون استاد محمود جوادی‌پور بود
که کمک میکردن ما وارد دانشکده شدیم. خب در دوران دانشکده دیگه اینکه این دانشکده به هر حال طبق بزار پاریس ساخته شده بود، در سال 1319 موسیو گودار اینجا رو بر مبنای یک فرانسوی بود که بر مبنای برنامه‌ریزی کرده بود بر مبنای بزار پاریس، برنامه‌هایی که اعلام می‌کردن انجام بدیم بر مبنای بزار بود ولی نوع و تکنیک کار کاملا رئالیستیک بود، جرأت نداشتی پات اونورتر بذاری، که البته این یه فرصت بسیار مغتنمی بود. حالا من میفهمم، نه حالا، خیلی وقته میفهمم که چه نعمتی بود برای ما اینکه یک استادی مثل هیدریان و استاد جوادی پور و همه حتی استاد حمیدی اینا تأکید بر طراحی داشتن، تأکید بر شناخت طبیعت داشتن که ما این قدرت ها را اگه به دست نمی آوردیم حتی مسائل مدرن رو اصلا نمی فهمیدیم واقعا. که خب دورانی رو گذروندیم، سال اول که همش کارهای سیاه بود، با زغال انجام می شد، از مجسمه های آنتیک شروع می شد و بعد از انسان شروع می شد، بدن لخت بود که البته بدن لخت کامل نبود، همیشه پوشیده بودن، ولی خب طبق چون برنامه بزار بود بعد اسمش بدن لخت می بود و طراحی می کردیم. بسیار دوران، یعنی واقعا خاطرات بسیار بسیار زیبا و خوشایندی رو من در این دوران 4 ساله دوران دانشکده هنرهای زیبا دارم. این سه تا استاد تجربیات متفاوتی داشتن. استاد هیدریان و آقای جوادی پور نزدیک هم بودن. استاد جوادی پور فارغ التحصیل همین دانشکده بود، رفته بود آلمان درس خونده بود، اومده بود خب دنیا رو دیده بود، یه مسائل مدرن رو میشناخت، اما باز احتیاط میکرد به خاطر استاد هیدریان، باز تو همون قالب خیلی هماهنگ بودن با هم. در کلاس استاد جواد حمیدی، استاد جواد حمیدی هم در پاریس درس خونده بود، در کلاس آندری لوت از کوبیست‌های معروف فرانسه در آتلیه اون درس خونده بود 4 سال، اومده بود مغز مدرن. اونجا روش آزادتر بود، اینقدر دقت نمی‌کردن به جزئیات که ما بعضی وقتا این آتلیه خیلی دلمون می‌خواست که بریم سر بکشیم به اون آتلیه ببینیم چه خبره، اونا دارن چه کار می‌کنن. و واقعا هم بعضی وقتا می‌رفتیم پیش استاد حمیدی، ایشون خیلی لطف می‌کرد، حرف می‌زد برای ما، حرف‌های بسیار زیبایی می‌زد، مدرن، و اصلا کمک می‌کرد به اینکه ما کمبود این فضا رو اونجا به دست بیاریم. خانم بهجت صدر هم، ایشون هم از مدرنیستا بودن، ایشون هم ایتالیا درس خونده بودن. این دو تا کلاس متفاوت بود با مال ما. در سال چهارم 6 ماه مونده بود که تموم بشه برنامه ما، استادی دیگری از ایتالیا تازه اومده بود که خودش فارغ التحصیل همین دانشکده بود به نام استاد محسن وزیری مقدم. ایشون آمد به کلاس ما، یعنی در کلاس ما کارش شروع کرد خوشبختانه، و به جرأت میتونم بگم که این 6 ماهی که استاد محسن وزیری مقدم با ماها کار کرد اندازه 10 سال کار بود. اصلا ذهن ما رو باز کرد، اصلا فضا عوض شد و همش صحبت از زمانه بود و نو و مسائل هنر مدرن و کتاب می آورد، بحث میکرد، صحبت میکرد، کار میکردیم، در و دیوار رو پر میکردیم. از ترس آقای هیدریان که مبادا اینا رو ببینه، زمانهای ما این کار رو میزدیم به دیوار که ایشون ببینه که هیدریان نبود. با آقای جوادی پور مشکل نداشتیم، ایشون باغ بود به قول معروف، ولی استاد هیدریان اگر میدید که ما داریم میگیم چی کارهایی بکنه همه اونو بیرون میکرد از دانشکده و ما مخفیانه این کار رو میکردیم و واقعا چه لذتی بردیم. و در حقیقت بهتون بگم، اینو همیشه گفتم و وظیفه دارم که بگم، خدمتی رو که محسن وزیری مقدم به هنر معاصر ما کرده بسیار بسیار مهمه، بسیار مهمه در روشنگری و در اینکه نوآوری یعنی چی، مدرنیسم یعنی چی و چگونه مدرن، اصلا چگونه باید دنیا رو ببینی. و
در این دوره ما بهترین استفاده ها رو از استاد وزیری کردیم که بعد از دوران دانشکده هم که دیگه با هم بودیم و مرتب کار میکردیم. و این خلاصه بود، خیلی خلاصه تلگرافی بود از اوضاع دانشکده در اون 4 سالی که ما درس خوندیم.